سوال بیننده سوال بسیار مهمی هست و باید در اون تأمل کرد. چرا دعاها امروز مستجاب نمیشه؟ مردم نماز بارون میخونن، میرن نماز میخونن و اما بارانی نمیاد، دعایی مستجاب نمیشه. میتونه دو تا علت، هر دوی این مورد درسته. یکی این که خداوند بخواد ملتی رو مبتلا کنه، امتحان و ابتلا و آزمایش باشه، خداوند قوانین و سنت هاش تغییر کنه در یه جایی، چون همونطوری که در حدیث هم اومده جزیره العرب، سرزمین عربستان و این منطقه ای که بیابان و صحرا هست و سبز نیست، میفرماید که دوباره سبز خواهد شد. یعنی قبلا حتما سبز بوده که میفرماید دوباره سبز خواهد شد و سرسبز و خلاصه بسیار، یعنی آب و هواش تغییر خواهد کرد که این صحرا تبدیل بشه به جایی که درش جنگل و گیاهان زیاد و بارندگی فراوان داشته باشه. پس تغییر کردن آب و هوا یک امر طبیعیه که خداوند این رو قرار داده. آب و هواها در مناطق مختلف تغییر میکنه، یه جایی بعد گذشته شاید نمیدونم چند سال، هزاران سال شاید تغییر کنه که یه جایی که سرسبز تبدیل بشه به صحرا و یه جایی که صحرا از تبدیل بشه به سرسبز و حاصل خیز بشه. حدیث این اشاره رو داره به این موضوع. پس این یک قانون الهی هست، میتونه این باشه. و اما وظیفه ما اینه که دعا کنیم. ما قانون خداوند هر چی هست که ما نمیتونیم اون قانون رو تغییر بدیم. میتونه ما مورد ابتلا و آزمایش خداوند قرار گرفته باشیم در اینکه من عباران بشه. و در احادیثی هم اومده که اگر کسی اگر در جایی مردم زکات اموالشون رو ندادن، خداوند باران رو از اونها قطع خواهد کرد. وگر در جایی زنا انتشار پیدا بکنه، خداوند برکت رو از اون سرزمین خواهد گرفت. یعنی زنا آشکار بشه که امروز همه اینها آشکار شده و دلیل خیلی از بیبرکتی ها، دلیل خیلی از مشکلاتی که وجود داره میتونه ظلم و ستمی باشه که ما خودمون آدمیان میکنیم. خداوند فرمود ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد در دریا و در خشکی زیاد میشه به خاطر کردار و رفتار خود مردم. فساد که هست میتونه بخشی از اون هم وضعیت آب و هوا باشه، وضعیت اقتصادی باشه، وضعیت سیاسی و اجتماعی و خیلی از چیزهای دیگری که وجود داره. لذا این بارانی که میاد برکت و رحمت خداونده و خداوند رحمتش رو منع میکنه از ملت‌های یا به سبب عمل کرده بد خودشون و گناه و معصیتشون و یا اینکه به حکمت خودش و به دلیل ابتلا و آزمایش که خداوند بر ملت ها میکنه. ولی در کل اینها، چه این که ابتلا و آزمایش باشه، چه هر چیز دیگری باشه، ما در قبال همه اینها وظایف داریم. یکی این که توبه کردن و استغفار زیاد کردن. خداوند در قرآن کریم در سوره‌ای که در سوره نوح هست، نوح به ملت خودش گفت قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. استغفار کنید، توبه کنید و برگردید به سوی خداوند که خداوند غفاره، یعنی گناهان رو بسیار میبخشه. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو باران رو بر شما از آسمان فرود خواهد آورد و همچنین اموال و فرزندان شما رو زیاد خواهد کرد، نهرها و رودخانه ها رو جاری خواهد کرد. یعنی همه اینها باعث برکت میشه اگه ملت توبه کنند و استغفار کنند. و توبه و استغفار هم تنها به زبان نیست. وقتی که حضرت نوح به ملت خودش میگه قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، معنی نیست که به زبان بگید استغفر الله. به زبان گفتن استغفر الله همه بلدن. مهم اینه که عمل کرد ما انسان ها اون گونه ای باشه که واقعا برگردیم به سوی خداوند، بازگردیم از گناهان و معصیت و فساد و ظلم و تجاوزی که میشه، برگردیم از این همه ظلم و ستم و بدی و بیمهری که در جامعه ها وجود داره. اگر از اینها برگشتیم، خداوندم برکت و خیر رو به سوی انسان ها روان خواهد کرد. لذا استغفاری که حقیقی هست تنها این نیست به زبان، زبان همراه با عمل. اگر عمل نباشه، لقلقی زبان هیچ ارزشی نداره. اگر عمل کرده ما واقعا هم در دلمون
پشیمان نباشیم از گناهان و در رفتارمون موضع گیری نداشته باشیم که نشان از پشیمانی باشه، لقلقه زبان ما و گفتن استغفرالله به زبان هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه. لذا اولین قدم برای اینکه بلاها رفع بشه بازگشت به سوی خداونده. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. و در سوره های دیگری هم باز فرموده است که می‌فرماید که در آیه از قرآن کریم می‌فرماید که اگر شما توبه کنید خداوند بر شما عذاب نازل نمی‌کند. و در آیات دیگری ملت‌هایی بودند که اهل توبه و سرزمینشون آباد بوده ولی گناه و معصیت کردن، خداوند اون آبادی رو ازشون گرفت. در این باب سخن فراوان هست و مهمترین نکته این هست که اولا توبه و استغفار، دوما وظیفه شرعی ما خوندن نماز باران هست، اون هم با اون معنویت، با اون حس و حال، با اون اخلاص و نیتی که در گذشتگان همونطوری که شما بیننده عزیز اشاره کردید وجود داشته. اگر انسان با اخلاص خداوند بخواهد، خداوند هم به او خواهد بخواهد.